نیروهای ویژه آمریکا در عملیاتی در جنوب کرکوک عراق ده‌ها گروگان را از اسارت گروه دولت اسلامی داعش آزاد کردند. در جریان این عملیات یک نظامی آمریکایی و 20 نفر از نیروهای داعش کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که گروگان‌ها قرار بوده اعدام شوند. همکارم علی جوانمردی در اربیل عراق میگوید 6 پیکارجوی داعش هم اسیر شدند. یک نیروی ویژه ارتش آمریکا همراه با یک نیروی ویژه از پیشمرگان کرد شب گذشته و تا بامداد امروز عملیاتی رو انجام دادند در هویجه علیه یک زندانی که توسط یک داعش در واقع توسط داعش اداره میشد و تعداد زیادی گروگان در اون زندان بودند. درگیری هایی در این عملیات رخ داده، یک سرباز آمریکایی کشته شده، یک هلیکوپتر آمریکایی هم در عملیات مواضع داعش رو هدف قرار داده، ده ها پیکارجوی داعش کشته شدند. هنوز نیروهای کرد یعنی مقامات کرد در این مورد توضیحی ندادند در مورد چند و چون این عملیات، ولی این نخستین عملیات مشترکی هست که توسط کماندوهای آمریکایی با نیروهای پیشمرگ کرد عراقی در خاک عراق انجام میشه. این عملیات یک روز پس از در واقع دیدار جوزف دانفورت رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از اربیل و از بغداد هست که در اون گفته بود که عملیات علیه داعش با کمک نیروهای عراقی گسترش پیدا میکنه. در هر صورت در حال حاضر خانواده های پیشمرگان کردی که گروگان گرفته شده بودند توسط داعش بسیار خوشحال هستند و همه دنبال این هستند که حکومت اقلیم اعلام بکنه که این گروگان های آزاد شده چه افرادی هستند. این رو هم بگم که قبلا در سوریه چنین عملیاتی مشابه چنین عملیاتی توسط کماندوهای آمریکایی بوده. یکیش عملیات دلتا بود که برای جهت آزادی خلبان اردنی که به موفقیت انجام نشد و دیگری عملیاتی بود که برای کشتن ابو سیاف اواسط بهار گذشته با موفقیت در رقه سوریه انجام شد.